سلام، من فرناز هستم، آفیسر انجمن دانشجویان ایرانی تگزاس A&M در سال 2020 و 2021 و در این ویدیو میخوام راجع به اطلاعات کلی شهر کالج استیشن صحبت کنم. اسپانسر و حامی این پروژه تیم آرکل ایمیگریشن از دانلاو فرم هستش که برای کارهای مهاجرتی و NIW میتونید باهاشون تماس بگیرید تا کیس شما رو به صورت رایگان بررسی کنن. اطلاعات تماس رو هم در پایین این ویدیو میتونین پیدا کنین. سابسکرایب هم یادتون نره بچه‌ها تا از ویدیوهای دیگه ما باخبر بشین. راجع به اطلاعات کلی شهر مثل جمعیتش، آب و هواش و وضعیت جغرافیایی صحبت میکنم. همونطوری که از اسم شهر مشخصه، شهر کالج استیشن به خاطر وجود دانشگاه تگزاس A&M توی یه ناحیه‌ای که به شهرهای بزرگ تگزاس نزدیک هستش بنا شده و قسمت اصلی این شهر دانشگاه تگزاس A&M هستش. این اسلاید یه نمایی از شهر کالج استیشن رو نشون میده. توی کالج استیشن بیشتر خونه ها دو طبقه و سه طبقه هستن و برج خیلی کم پیدا میشه. البته سمت دانشگاه یه چند تا برج هستش ولی برج خیلی کم پیدا میشه، ولی نسبتاً خونه ها با قیمت مناسبتر و خونه ها بازسازی شده هستند توی این شهر. این ویدیو قسمت های اصلی دانشگاه تگزاس A&M رو نشون میده که مموریال سنتر برای گدرینگ ها استفاده میشه، کایل فید قسمت ورزشگاه هستش برای فوتبال و استادیوم هستش و یکی از بهترین تفریحات توی شهر کالج استیشن ورزش کردن هستش و دانشگاه جیم خیلی خوبی داره برای ورزش کردن و توی این قسمت میتونین ریکریشن سنتر دانشگاه رو ببینین. جمعیت شهر کالج استیشن بر طبق آخرین آمار که سال 2021 گرفته شده 121,000 نفر هستش، ولی خب شهر برایان هم خیلی نزدیک به کالج استیشن هست و اون هم شهر کوچیکی هستش و جمعیت کمی داره. یکی از مهمترین ویژگی های شهر کالج استیشن این هستش که توی فاصله مرکزی بین 4 تا از مهمترین شهرهای تگزاس بنا شده. این شهرها عبارت هستند از دالاس، هیوستون، آستین و سان آنتونیو که در نهایت تو فاصله 2.5 تا 3 ساعت رانندگی هستند تا کالج استیشن و ساحلی که به کالج استیشن نزدیک هیوستون ساحل گلوستون هستش و کورپس کریستی که اونم باز نسبتا نزدیک هستش و جزیره هم داره. توی این اسلاید یه نمای کلی از شهرهای بزرگ و ساحلهایی که به کالج استیشن نزدیک هستن رو میتونید مشاهده کنین. آستین و شهر سان آنتونیو شهرهای توریستی هستن. سان آنتونیو ریور وارک داره و آستین قسمتهای طبیعتهای قشنگی داره و دالاس و هیوستون همچنین شهرهای بزرگی هستن که به کالج استیشن نزدیک هستن و یه نمای کلی از ساحلهای گلوستون و کورپس کریستی هم توی این اسلاید نشون داده شده. آب و هوای کالج استیشن بیشتر سال گرم و شرجی هستش، مثل جنوب ایران، حالا یا شمال وقتایی که تابستونه، مخصوصا توی تابستون جولای آگست خیلی گرم میشه، فقط شبا معمولا میشه از خونه بیرون رفت. توی اپریل هیل سیزن هست، تگرگای خیلی درشتی ممکنه بیاد، معمولا می خیلی بارندگی زیاد میشه، ولی آسمون خیلی صاف و معمولا قشنگی داره، آسمون پرستاره ای داره توی شب با کالج استیشن و کلا شب خنک‌تر میشه از روزا. امیدواریم توی این ویدیو تونسته باشیم اطلاعات مورد نیاز رو از شهر کالج استیشن آورده باشیم. میتونید نظر و پیشنهاد خودتون رو توی قسمت کامنت اعلام کنین. با تشکر از همه افرادی که کمک کردن توی جمع‌آوری اطلاعات و حامی این پروژه تیم آرکل ایمیگریشن از دانلا فرم.